خب در مرحله پنجم ما در مورد نشر محتوا صحبت میکنیم. محتوا طوری که گفتیم میتونه متن ساده باشه، متن و عکس باشه، یا آلبوم تصویری و یا ویدیو و یا ترکیبی از همه اینها. برای نشر یک نوشته یا پست در بخش مدیریت، یعنی در اینجا شما روی گزینه افزودن در مقابل نوشته‌های وب نوشت کلیک بکنید. اینجا به شما امکان نوشتن یک متن داده میشه که میتونه یک عنوان داشته باشه و بعد هم بدنه متن. چون این وبلاگ ما در ارتباط با ادبیات و نوشتن و نویسندگی قرار هست باشه، من قبلا متن رو آماده کردم که میتونم کپی پیست بکنم. در اینجا این متن در مورد رمان مشهور نام من سرخ هست از اورهان پاموک که نویسنده مشهور ترکیه هست و این هم متنی کوتاه در مورد این رمان. طوری که میبینید اینجا شما یک نوار ابزار دارید که استفاده ازش آسونه. فکر میکنم همه شما تجربه استفاده از چنین نوار ابزار رو دارید. اما به عنوان نمونه اگر من بخوام به رمان نام من سرخ است، یعنی به روی صفحه ویکیپیدیا ارجاع بدم یا لینک بدم، من اول لینک اون صفحه رو کپی پیست میکنم، کپی میکنم و بعد عبارتی رو که من میخوام فعال بشه به عنوان لینک انتخاب میکنم، این آیکون رو کلیک میکنم، نشانی اینترنت رو اینجا میگذارم و تعیین میکنم که آیا وقتی کاربر کلیک میکنه اون نشانی در یک پنجره تازه باز بشه یا نه، و بعد لینک رو اضافه میکنم. طوری که میبینید این تبدیل به یک لینک شد. حالا مطلب ما تقریبا آماده هست، باید تعیین بکنیم که در چه دسته‌ای قرار بگیره. اگر قرار هست که ما باز هم معرفی رمان داشته باشیم، پس بهتره ما یک دسته ایجاد کنیم. من قبلا این دسته رو ایجاد کردم، ولی باز هم نشون میدم که چجوری میشه اضافه کرد. فقط افزودن دسته تازه. اینجا شما نامش دسته رو فقط اضافه میکنید و بعد افزودن و بعد میبینید که دسته ایجاد شده. من اینجا رو کلیک میکنم، لازم نیست که دیگه در uncategorized یا در دسته بندی نشده قرار داشته باشه، این رو غیر فعال میکنم و بعد میرسیم به برچسب ها. مهمه که ببینیم چه برچسب هایی مناسب هست برای این نوشته ما. مثلا برچسب ها میتونه کلید واژه هایی باشه که در این نوشته به کار رفتن یا در موردش صحبت شده. مثلا در مورد اورهان پاموک صحبت شده، در مورد اصلا کتاب نام من سرخ صحبت شده، در مورد ادبیات ترکیه مثلا صحبت شده، در مورد این یک رمان تاریخی هست که در موردش صحبت شده، و همچنین اینکه به زبان فارسی ترجمه شده. شما میتونید هر اندازه برچسب هایی رو که لازم هست، ولی کلید واژه های اصلی رو فقط پیدا بکنید و اینجا بنویسید و بعدا تعیین میکنیم که یا توضیح میدیم که به چه درد ما میخوره، چرا باید این کار رو بکنیم. این هم نوعی طبقه بندی یا دسته بندی مطالب وبلاگ ما هست. خب حالا میخوایم که این مطلب ما یک تصویر هم داشته باشه، یعنی در صفحه اول وقتی که نمایش داده میشه همراه با یک تصویر باشه. تصویر ویژه رو انتخاب میکنیم، تنظیم تصویر ویژه. من قبلا یک تصویر رو آپلود کردم یا اضافه کردم، ولی شما میتونید با اد نیو تصویر مورد نظر خودتون رو آپلود بکنید به سیستمتون و بعد تنظیم تصویر ویژه رو دوباره کلیک میکنیم و اینجا قرار میگیره و نمایش میده. خب اشتراک گذاری به این معنا هست که آیا اون دکمه های اشتراک که بعدن نشونتون میدم آیا اونها فعال باشه یا نه. پست فرمت یا قالب پست استاندارد هست، چون بیشترش متنه و یک عکس هم داره، این یک قالب استاندارد هست و این رو ما انتشار میدیم. خب در صفحه اول طوری که میبینید تمام متن ما اینجا ظاهر شده. ممکنه شما ترجیح بدید که فقط یک مقدمه ظاهر بشه و بعد کاربر برای اینکه همه مطلب رو بخونه روی عنوان کلیک بکنه و بعد بره همه مطلب رو ببینه. برای این کار ما برمیگردیم به و نوشته رو ویرایش میکنیم. این اولین نوشته ماست، ویرایشش میکنیم و بعد
حالا فرض بگیریم که ما اولین پاراگرافی رو که اینجا داریم میخوایم به عنوان فقط مقدمه استفاده بشه. شما کرسور ماوس رو اینجا میتونید بگذارید و بعد این علامت رو بزنید. وقتی که دوباره این رو شما به روز رسانی میکنید یا منتشر میکنید و بعد وبسایت خودتون رو میبینید، خواهید دید که فقط جمله اول اینجا ظاهر شده و چیزی اضافه شده، یک گزینه، یک لینک اضافه شده به نام بخواندن ادامه دهید. وقتی روش کلیک میکنید، اون وقتی که تمام مطلب رو میتونید ببینید.